جزم اندیشه ها، خواه دینی، سیاسی یا علمی، از این باور اشتباه پدید می آیند که فکر می تواند واقعیت یا حقیقت را در بر گیرد. تعصب ها زندان های جمعی ذهنی هستند و عجیب است که مردم سلول زندان خود را می پرستند، زیرا به آنها احساس امنیت و احساس کاذب من می دانم می دهد. هیچ چیزی بیش از تعصب های انسان موجب رنجش بشریت نشده است. درست است که هر تعصبی دیر یا زود فرو می ریزد، چرا که حقیقت سرانجام دروغ بودن آن را آشکار می کند. اما تا زمانی که توهمی بودن بنیادی تعصب درک نشود، هر تعصبی با تعصب دیگر جایگزین می گردد. این توهم بنیادی چیست؟ یکی شدن با فکر، بیداری معنوی، بیدار شدن از رویای فکر است. قلمرو آگاهی بسیار گسترده تر از آن است که برای فکر قابل تسخیر باشد. هنگامی که دیگر به همه افکارت معتقد نیستی، از فکر به بیرون گام می نهی و به روشنی می بینی که تو فکر کننده نیستی. ذهن در حالت کمبود به سر می برد و بنابراین همواره برای بیشتر حرص می زند. هنگامی که هویتت را ذهن می انگاری، به سادگی بی حوصله و ناآرام می شوی. بی حوصلگی یعنی آنکه ذهن خواهان محرک های بیشتر است. غذای بیشتری برای فکر می خواهد و گرسنگیش برطرف نشده است. هنگامی که احساس بی‌حوصلگی می کنی، می توانی با ورق زدن مجله، تلفن زدن، روشن کردن تلویزیون، گشت زدن در کامپیوتر، خرید کردن یا از همه متداول‌تر انتقال حس ذهنی کمبود و نیاز به بیشتر به بدن و برای مدت کوتاهی راضی کردن آن با فرو بردن غذای بیشتر گرسنگی ذهن را برطرف کنی. یا می توانی بی‌حوصله و آرام باقی بمانی و مشاهده کنی بی‌حوصله و ناآرام بودن چه احساسی دارد. در حالی که به احساس هوشیار می شوی، ناگهان گویی فضا و سکونی پیرامون آن را می گیرد. در ابتدا این فضا کوچک است، اما به تدریج گسترده تر می شود و شدت و اهمیت احساس بی‌حوصلگی رو به کاهش می گذارد. در نتیجه حتی بی‌حوصلگی می تواند به تو بیاموزد که چه کسی هستی و چه کسی نیستی. کشف می کنی که یک شخص بی‌حوصله آن وجودی نیست که تو هستی. بی‌حوصلگی فقط حرکت انرژی شرطی در درون توست. تو خشمگین، اندوهگین و ترسو نیز نیستی. بی‌حوصلگی، خشم، اندوه یا ترس متعلق به تو نیستند، شخصی نیستند. آنها شرایط ذهن بشر هستند، می آیند و می روند. هیچ چیزی که می آید و می رود تو نیستی. بی حوصله هستم، چه کسی این را می داند؟ بی حوصله، اندوهگین، هراسان هستم، چه کسی این را می داند؟ تو دانستن هستی، نه وضعیتی که دانسته می شود. هر گونه تعصب این معنا را در بر دارد که خودت را با ذهن متفکر یکی می دانی. یعنی دیگر
انسان مقابل را نمی بینی، بلکه فقط برداشت شخصی خودت را از آن انسان می بینی. هنگامی که وجود انسانی دیگر را به حد یک برداشت تنزل می دهی، خود به خود خشونت می ورزی. تفکری که ریشه در هوشیاری نداشته باشد، خودخواهانه و معیوب می شود. هوشمندی تهی از خرد به شدت خطرناک و ویرانگر است. در حال حاضر بیشتر انسان‌ها در چنین وضعیتی هستند. بزرگنمایی تفکر به عنوان علم و فناوری نیست، هرچند به خودی خود نخوب است و نبد، مخرب شده است، زیرا اینها اغلب از فکری نشأت می‌گیرند که ریشه در هوشیاری ندارد. گام بعدی در تکامل انسان رفتن به فراسوی فکر است. اکنون این وظیفه فوری ماست. این بدین معنا نیست که دیگر فکر نکنیم، بلکه فقط آنطور که به طور کامل خودمان را با فکر یکی ندانیم و اسیر فکر نشویم. انرژی بدن درونی خود را احساس کن. بیدرنگ صدای ذهن آرام می گیرد یا متوقف می شود. انرژی را در دست ها، پاها، شکم و سینه‌ات احساس کن. زندگی را که همان وجود توست احساس کن. زندگی که بدن را به حرکت در می آورد. آنگاه به بیانی بدن راه روی می شود به سوی احساس عمیق زندگی که زیر افکار و عواطف پر افتخیزت نهفته است. حیاتی در تو وجود دارد که می توانی آن را نه فقط در سر، بلکه با همه وجودت حس کنی. در آن حضوری که از فکر کردن می نیازی، یکایک سلول های زنده هستند. با این همه در آن حالت اگر به دلیلی واقعی تفکر لازم باشد، فکر وجود خواهد داشت. در آن حالت هم ذهن می تواند عمل کند و هنگامی که شعور برتر یعنی وجود تو از ذهن استفاده کند و خودش را از طریق آن ابراز نماید، ذهن عالی عمل می کند. شاید متوجه نشده باشی که به طور طبیعی و خود به خود زمانهای کوتاهی در زندگیت پدید می آیند که بدون فکر آگاه هستی. شاید در حالی که درگیر کار بدنی هستی، یا از این سو به آن سوی اتاق می روی، یا پشت گیشه فروش بلیط هواپیما منتظری چنان به طور کامل حضور داشته باشی که ایستایی ذهنی معمول فکر کنار رود و حضوری هوشیار جانان را بگیرد. شاید متوجه شوی که بدون هیچ گونه اظهار عقیده درونی به آسمان می‌نگری یا به سخنان کسی گوش می‌کنی. آنگاه دریافت‌های تو شفاف می‌شوند و توسط فکر کدر نمی‌گردند. هیچ یک از اینها برای ذهن اهمیتی ندارند، زیرا باید درباره مطالب مهمتری فکر کند. از نظر ذهن اینها رویدادهای قابل توجهی نیستند و از این روز که شاید آنچه را همکنون در تو در حال شکل‌گیری مورد توجه قرار نداده ای. حقیقت آن است که این حرکت با اهمیت ترین رویدادی است که می تواند برای تو پیش بیاید. این آغاز حرکت از فکر کردن به سوی حضور هوشیار است. با حالت ندانستن آسوده شو. این حالت تو را به ورای ذهن می برد، زیرا ذهن همواره می کوشد تا نتیجه گیری و تفسیر کند. ذهن از ندانستن می ترسد. پس هنگامی که بتوانی با ندانستن آسوده باشی، در واقع به ورای ذهن رفته ای. آنگاه از آن حالت دانستن عمیق‌تری که ذهنی نیز پدید می آید.
استادی در هر زمینه تلاش، خواه آفرینش هنری، ورزش، رقص، آموزش یا مشاوره به این معناست که ذهن متفکر یا دیگر درگیر نیست یا دست کم در مقام دوم قرار دارد. در اینجا قدرت و شعوری که بالاتر از تو و در عین حال همزاد توست اختیار را به دست می گیرد. دیگر روند تصمیم گیری وجود ندارد. عمل درست خود به خود انجام می پذیرد و تو آن را به انجام نمی رسانی. ارباب زندگی شدن نقطه مقابل کنترل کردن است. در این حالت تو با آگاهی بالاتر هماهنگ می شوی. آن آگاهی است که عمل می کند، سخن می گوید و کارها را به انجام می رساند. لحظه خطر می تواند وقتی گذرا در جریان افکار پدید آورد و در نتیجه مزه‌ای از معنای حضور داشتن و هوشیار و آگاه بودن را به تو بچشاند. حقیقت بسیار فراگیرتر از آن است که برای ذهن قابل درک باشد. هیچ فکری نمیتواند حقیقت را در بر بگیرد و در بهترین حالت فقط میتواند به آن اشاره کند. برای نمونه میتواند بگوید همه چیزها در ذات یکی هستند. این یک نشانه است، توضیح نیست. فهمیدن این واژه ها به این مفهوم است که در اعماق وجودت حقیقتی را که بدان اشاره دارند احساس می کنی. خود خودمحور. ذهن بی وقته نه تنها در پی قضا برای فکر است، بلکه در جستجوی هویت یعنی مفهوم خود است. به این ترتیب منیت به وجود می آید و پیوسته خودش را از نو می آفریند. هنگامی که درباره خودت فکر می کنی یا سخن می گویی، هرگاه می گویی من، به طور متعارف به من و داستان من اشاره داری. این من دوست داشتنها و دوست نداشتنها، ترس‌ها و آرزوهای توست. منی که هیچگاه برای مدت طولانی راضی باقی نمی‌ماند. مفهومی ذهنی از وجود تو که مقید به گذشته است و در جستجوی یافتن رضایت خیش در آینده می‌باشد. آیا می‌توانی ببینی که این من گذرا مانند نقش موج بر سطح آب شکلی موقت است؟ چه کسی است که این را می‌بیند؟ چه کسی است که نسبت به گذرا بودن شکل جسمانی و روانی تو آگاه است؟ من هستم. این من عمیق‌تری است که هیچ کاری با گذشته و آینده ندارد. از تمامی ترس‌ها و خواسته‌هایی که در رابطه با وضعیت دشوار زندگیت داری و هر روز توجه بیشتری صرف آن می‌کنی، چه باقی خواهد ماند؟ خط فاصله‌ای به طول 3-4 سانتی متر بین تاریخ تولد و تاریخ وفات بر سنگ مزارت. برای خود خودمحور این فکر یأس‌آور است، اما برای تو رهایی بخش است. هنگامی که هر فکری توجه تو را به طور کامل جذب می کند، به این معناست که تو خود را با صدای درون سرت یکی انگاشته ای. آنگاه فکر با مفهومی از خود در هم می آمیزد. این منیت است، من ساخته ذهن. آن خود ساخته ذهن احساس نقص و ناامنی می کند. از این رو ترسیدن و خواستن عواطف اصلی و نیروهای برانگیزاننده آن هستند. هنگامی که تشخیص می دهی، صدایی در سرت وجود دارد که وانمود می کند تو هستی و هیچگاه از سخن گفتن باز نمی ایستد، در حال بیدار شدن از وضعیت ناآگاهانه یکی انگاشتن وجود
با جریان فکر هستی. هنگامی که متوجه آن صدا بشوی، درک می کنی که وجود تو آن صدا یعنی فکر کننده نیست، بلکه کسی است که به آن صدا آگاه است. شناخت خودت به عنوان هوشیاری متن صدا رهایی است. خود خودمحور همواره گرفتار جستجوست. در پی این یا آن بیشتر است تا به خود بیفزاید و احساس کامل بودن بیشتر کند. این علت تمرکز ناخواسته و اجباری بر آینده است. هرگاه هوشیار شوی که برای لحظه بعد زندگی می کنی، در واقع از الگوی ذهن خودمحور خارج شده ای و بیدرنگ این امکان را می یابی که انتخاب کنی توجه کاملت را به این لحظه بدهی. هنگامی که توجه کامل خود را به این لحظه می دهی، شعوری پس بالاتر از ذهن خودمحور به زندگیت وارد می شود. هنگامی که از طریق منیت زندگی می کنی، همواره لحظه حال را به وسیله در راه رسیدن به هدف کاهش می دهی. برای آینده زندگی می کنی، اما هنگامی که به اهدافت می رسی، آنها تو را راضی نمی کنند، دست کم نه برای مدتی طولانی. هنگامی که به روند انجام دادن کاری بیشتر توجه کنی تا به نتیجه‌ای که قصد داری در آینده از آن کار به دست آوری، الگوی شرطی سازی خودمحورانه قدیمی را به هم ریخته‌ای، آنگاه عمل تو نه تنها بسیار مؤثرتر بلکه بی نهایت رضایت بخشتر و پرنشاط‌تر خواهد شد. تقریبا هر منیتی دست کم یک عنصر از آنچه می توانیم هویت مظلوم بخوانیم در بر دارد. برخی از افراد چنان تصویر قدرتمندی از مظلوم بودن خیش دارند که مظلوم بودن بخش اصلی منیت آنها می شود و آزردگی و گله‌گذاری بخش اصلی خود آنها می گردد. حتی اگر شکایت های تو کاملا موجه باشند، برای خودت هویتی ساختی که بسیار شبیه زندانی با میره هایی از جنس اشکال فکری است. ببین که با خودت چه می کنی، یا در واقع ذهنت با تو چه می کند. وابستگی عاطفی را که به داستان مظلوم بودنت داری احساس کن و نسبت به فکر کردن یا سخن گفتن ناگزیر در این باره هوشیار شو. به عنوان شاهد درونی خیش حاضر باش. لازم نیست کاری بکنی، زیرا دگرگونی و رهایی به همراه هوشیاری می آیند. شکایت کردن و واکنش پذیری الگوهای مورد علاقه ذهن هستند و منیت خودش را از طریق آنها تقویت می کند. بخش بزرگی از فعالیت ذهنی عاطفی مردم بسیاری را شکایت کردن و واکنش نشان دادن به این یا آن رویداد تشکیل می دهد. با این کار اشخاص یا اوضاع را نادرست و خود را درست قلمداد می کنند. آنگاه با درست بودن احساس برتری می کنی و از طریق احساس برتری مفهومی را که از خود داری تقویت می نمایی. اما در حقیقت تو فقط توهم منیت را تقویت کرده ای. آیا می توانی این الگوها را در خودت ببینی و صدای نارضایی موجود در سرت را شناسایی کنی؟ خود خودمحور نیاز به آن دارد که در مخالفت باشد، زیرا هویت جدا از طریق جنگیدن با این یا آن و از طریق نشان دادن این من هستم و یا این من نیستم تقویت می شود. غیر معمول نیست که قبیله ها، کشورها و ادیان در برابر وجود دشمن احساس قوی تری از هویت جمعی خود داشته باشند. بدون وجود کافران، مؤمنان چه کسانی خواهند بود؟ در روابطی که با دیگران برقرار می کنی،
آیا می توانی احساسهای ظریف برتری یا فروتری نسبت به آنان را تشخیص دهی؟ این منیت است که از طریق مقایسه زندگی می کند. حسادت یکی از پیامدهای جانبی منیت است. اگر پیش آمد خوبی برای دیگران پیش بیاید یا اگر کسی بیشتر از تو داشته باشد، بیشتر از تو بداند یا توانایی بیشتری داشته باشد، منیت احساس حقارت می کند. هویت منیت به مقایسه بستگی دارد و از بیشتر تغذیه می شود. منیت به هر چیزی چنگ می اندازد. اگر هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد، می توانی از این طریق که احساس کنی در زندگی بیشتر از شخص دیگری مورد بی‌عدالتی قرار گرفته ای یا بیشتر از شخص دیگری بیمار هستی، احساس کاذب خود را تقویت کنی. داستان‌ها، پندارهایی که مفهوم خود را از آنها به دست می‌آوری چه ها هستند؟ نیاز به مخالفت، مقاومت و تعب کردن در ساختار خود محور نهادینه است تا به این ترتیب بتواند احساس جدا بودن را که تداوم بقایش به آن وابسته است حفظ کند. بنابراین من در برابر دیگران و ما در برابر آنها وجود خواهد داشت. منیت به اختلاف داشتن یا چیزی یا کسی نیاز دارد. به همین دلیل با وجود آنکه در جستجوی آرامش، شادی و عشق هستی، نمی توانی آنها را برای مدت طولانی تحمل کنی. می گویی آرزومند خوشبختی هستی در حالی که به بدبختیت معتادی. بدبختی تو در نهایت نه از وضعیت زندگیت که از تربیت ذهنت برمی خیزد. آیا در رابطه با کاری که در گذشته کرده یا نکرده ای بار گناه بر دوش خود احساس می کنی؟ آنچه مسلم است می کردید تو بنابر سطح آگاهی یا در واقع ناآگاهیت در آن زمان عمل کرده ای. اگر هوشیارتر و آگاهتر بودی رفتار متفاوتی داشتی. احساس گناه تلاش دیگر منیت است تا هویت یعنی مفهومی از خود ایجاد کند و برای منیت مهم نیست که این خود مثبت باشد یا منفی. آنچه کرده یا نکرده تجلی ناآگاهی بشر بوده است. اما منیت آن را شخصی می سازد و می گوید من این کار را کردم. در نتیجه تو از خودت یک تصویر ذهنی به عنوان شخص بد حمل می کنی. در طول تاریخ انسان ها رفتارهای خشونتبار، ظالمانه و آزاردهنده بیشماری نسبت به هم داشتند و همچنان به این کار ادامه می دهند. آیا باید همه آنها را محکوم کرد؟ آیا تمامی آنها مقصر هستند؟ یا این رفتارها فقط نمودی از ناآگاهی است، مرحله ای از تکامل که اکنون در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم؟ کلام عیسی آنها را ببخش چرا که نمی دانند چه می کنند در رابطه با توهم کاربرد دارد. اگر قصد داری رها شوی، اما برای این منظور هدفهای خودمحورانه ای تعیین می کنی، یعنی می خواهی خودت را بزرگ کنی یا بر احساس مهم بودنت بیفزایی، حتی اگر به آن هدفها هم برسی باز هم راضی نخواهی شد. هدفهایی را تعیین کن، اما بدان که رسیدن به آنها چندان مهم نیستند. هنگامی که هر چیزی از حضور برخیزد به این معناست که این لحظه وسیله‌ای در راه هدف نیست. انجام دادن در هر لحظه خود به خود رضایت بخش است. در این صورت اکنون به وسیله‌ای برای رسیدن به نتیجه کاهش نمی‌دهی، چرا که چنین کاری ناشی از آگاهی خودمحورانه است. هنگامی که از استاد بودایی خواستند تا معنای عمیق
آیین بودا را شرح دهد گفت بدون خود مسئله‌ای وجود ندارد.